سرخط خبرها. اعتراضات به دادگستری کل کشور رسید. شلیک مستقیم گلوله و گاز اشکاور به معترضان. اتفاقی عجیب در پخش زنده. بازگشت احمدی نژاد به قدرت. رازگشایی نفوذ گسترده عوامل رژیم در درون اپوزیسیون. به ایران خوش آمدید. پای دادستان کل کشور به پرونده برج متروپول باز شد. در هشتمین روز از ریزش برج 10 طبقه متروپول آبادان، آواربرداری همچنان ادامه دارد. تعداد قربانیان به 31 نفر افزایش یافته و اطلاعات تازه‌ای از تخلفات در ساخت این برج منتشر شده و دادستان کل کشور هم حاضر نیست مسئولیت کمکاری‌های خود در بروز این حادثه را بپذیرد. آخرین آمار رسمی جانباختگان این حادثه 31 نفر و شمار مصدومان آن 37 نفر اعلام شده و پیشبینی‌ها از افزایش شمار قربانیان حکایت دارد. پیشبینی می‌شود کار آواربرداری تا 10 روز دیگر ادامه پیدا کند، اما مردم آبادان همچنان از بی‌توجهی‌ها و نحوه مدیریت این بحران خشمگین هستند و اعتراض‌های خیابانی آنها ادامه دارد. نیروهای گارد ویژه نیز با شلیک گلوله و گاز اشکاور با این اعتراض‌ها برخورد می‌کنند و برخی رسانه‌های حامی جمهوری اسلامی نیز معاندان نظام را پشت سر این اعتراض‌ها می‌دانند. احمد وحیدی وزیر کشور هم درباره تخلفات در جریان ساخت این برج گفته است این ساختمان 48 هزار متر مربع زیر بنا دارد و ابتدا قرار بود در 6 طبقه ساخته شود، اما در 10 طبقه ساخته شد. وحیدی درباره نحوه مدیریت این بحران هم گفت شرایط این برج به خاطر سازه‌های ناامن کنار برج و حضور مردم در محل و به مراتب پیچیده‌تر از ساختمان پلاسکوست که کار در این زمینه را سخت کرده است. با وجود این گروه‌های مختلف از چند جبهه کاری با حفر تونل عملیات آواربرداری را پیش می‌برند و به گفته محمد حسن نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور هنوز آمار دقیقی از مدفون شدگان زیر آوار در دسترس نیست. صادق خلیلیان استاندار خوزستان هم اعلام کرده است طبق برآورد اولیه حدود 38 نفر اعلام مفقودی شدند که جنازه 29 نفر از آنها از زیر آوار خارج شده است. قدرت الله محمدی مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهر تهران هم پیش بینی کرده است تا 6 روز آینده کار کشف اجساد به پایان برسد و 2 ماه هم زمان لازم است تا کار آواربرداری به طور کامل پایان یابد. محمدی گفته حجم مصالح ساختمانی وحشتناک است و در حال حاضر 300 امدادیار در محل حاضر هستند که اگر قسمت دیگر سازه بریزد این بار خسارت سنگین تری به بار خواهد آمد. احسان عباسپور معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان هم خبر از ادامه بازداشت 11 نفر در ارتباط با این حادثه داد و گفت هر زمان که دستگاه قضایی تحقیقات خود را تکمیل کند مقصران اصلی به مردم معرفی خواهند شد. در این میان دادستانی کل کشور که در قانون از آن به عنوان مدعی العموم هم یاد می شود میدانداری برخورد قضایی با مسببان را بر عهده گرفته و دستورات لازم را هم صادر کرده است. فرامینی که اگر تا قبل از وقوع این حادثه با استعلام از آتش نشانی آبادان و مجموعه مدیریت شهری صادر می شد امروز تمامی جانباختگان در کنار سایر اعضای خانوادهشان بودند. روزنامه اطلاعات هم به این میدانداری قوه قضاییه واکنش نشان داده و خطاب به دادستانی کل کشور نوشته است اگر شما مسئول رسیدگی به گزارش آتش نشانی درباره ساختمان متروپول نیستید پس چه کسی مسئولیت دارد؟ علی مجتهدزاده وکیل دادگستری هم در این رابطه گفته است دادستان آبادان نمیتواند مدعی شود از وجود پروژه متروپول اطلاعی نداشته است چرا که دادستان مسئول حفظ نظم عمومی است. به گفته مجتهدزاده دادستان جدید آبادان 3 سال است مشغول به کار است و مگر میشود مسئولان قضایی تخلفات قبلی را که سابقه داشته ندیده باشند؟ این وکیل دادگستری به صراحت گفته است مسئول اصلی رسیدگی به این حادثه دستگاه قضایی است که اول از همه باید با عوامل مسئول در همین قوه برخورد کند و کسی که متهم در این قصه است نمیتواند امروز به عنوان مدعی العموم حکم صادر کند. اعتراف حکومت یک دست شده خامنه‌ای و شورای نگهبان به بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی دولت رئیسی. امیر آبادی عضو هیئت رئیسه مجلس: چند وزیر و معاون رئیس جمهور باید عوض شوند. مانع استیضاح شدیم تا رئیسی خودش کابینه را ترمیم کند. یه نکته تو صحبتتون فرمودید، من برداشتم بود که
جزء مطالبات خود شما هم از دولت هستش، اونم این که دولت باید پوست اندازی بکنه. شما الان معتقدید که باید چند تا وزیر عوض بشن؟ من فکر میکنم توی این مرحله باید حداقل بالاخره دو سه تا وزیر، یک تا معاون رئیس جمهور و 5-6 تا استاندار رو باید تا همین سال اول. بله، چه اشکال داره؟ واقعا اشکالی نه داره. من دارم سوال میپرسم. چه اشکال داره وقتی شما یک سال به نظر من فرصت کافیه برای یک کدوم وزرا الان نظر شما اون دو سه تا کدوم هستن؟ حالا من گفتم دیگه، بالاخره شما 4 تا نام بودید: کشور، رفاه، سمت و بهداشت. تو همینا میچرخید. گردشگری هم من گفتم کجاست؟ اون گردشگری که محکم‌تر از بقیه گفتید متوجه شدم. بعد خدمت شما هست که معاونین چی؟ حالا معاون رئیس جمهور بالاخره بنای دکتر، من از این جهت بگم، من دارم اتفاقا ریس سوال میپرسم که فردا روزی اگر همین افراد مهمان ما بودند، ما از اونها هم سوالاتی رو بپرسیم. یعنی مثلا با استناد به صحبت‌های شما به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیس مجلس، از اونها هم سوالاتی بپرسیم و این بحث‌ها ادامه دار بشه تا واقعا به نتیجه برسه. من از اینه که ببینید، شما سوال کردید که کدوم یکی از وزرا تو صف درگاه استیضاحشون بالاخره 15 تا نماینده امضا کنن دیگه استیضاح قابل وصوله. بعد از هیئت رئیس، حالا این دوره دوم تدبیرشون برای این بود که یه مقدار به دولت فرصت بدیم، فرصت. از نمایندگان خواهش میکردن که یه مقدار حوصله کنید، امکان داره که خود رئیس جمهور محترم بخواد یه ترمیمی در کابینه انجام بده، صبر کنیم. ولی من عرضم اینه که بالاخره مجلسی که من میبینم، من پاسخ اون سوال شما رو، بله، مجلسی که من میبینم در عین اینکه پشتیبان دولته، کمککار دولته، در کنار دولته برای حل مشکلات اساسی مردم، نظارت خودش رو میکنه، اگر ببینه که خود دولت بنای بر ترمیم کابینه نداره، حتما یک کارای رو انجام میده. بسیار. بفرض باید فرصت رو داد. واقعا باید به وزارت، بعضیشون خب جوان هستن، قبلا مسئولیت های سنگین در سطح معاون وزیر نام حتی نداشتن. باید یه فرصتی بهشون داد. بالاخره مثلا الان وزیر ارتباطات ما جز اوناییست که بالاخره مجلس حرف داره. الان مثال از من، شما این میگید من یادم میاد میگم. خب اینا بعضا حرف دارن نمایندگان، میارن به ما، چون ما هم تو ستاد آجاقا بودیم، بیان به ما میگن تو مجلس. دوست. حالا به ما، با آقای دکتر نیکزاد میان، بالاخره مجموعه میگن که شما به آقای رئیس جمهور منتقل کنید. ولی واقع مطلب اینه که خود دولت به خود شخصهای رئیس جمهور نسبت به دولت قبلی اصلا قابل مقایسه نیست. در اینکه شکی نیست. ولی ما انتظارم خیلی بالاست. من وزیر تجارت پاکستان 2 سال پیش اومد ایران و امسال هم اومد. به من گفت که با 3 تا از وزرا ملاقات داشت. گفت من اصلا نمیتونم مقایسه کنم این وزرا رو با وزرای قبلی. از چه جهت میگفت؟ از نظر فعال بودن، انگیزه داشتن، اینکه دنبال داشتن، دنبال این بودن که بالاخره یک ارتباطی با پاکستان برقرار بشه، بحث تجارت رو، بحث کشور همسایه هم فهمیده بودن که قبلا چه خبر بوده در اکثر گذشته. حالا میخوام بگم واقعا خب بودن آقای نمایندگان گروه دوستی پاکستان بودن، با هم بودیم داشت صحبت میکرد. خب این خیلی برای ما مهمه. ولی با این حال ببینید، ما انتظارتون بیشتره، بازم میگیم که بالاخره باید کارهای بزرگتری انجام داد، چون به قول شما مجلس، قوه قضاییه، دولت، شوراها، شهرداری‌ها، مردم اعتماد کردن، بالاخره از یک گروه سیاسی در کشور انتخاب بله. کردن. مسئولیت ما خیلی سنگینه و واقعا هم باید شب و روز دولت و نمایندگان و بقیه ارکان باید تلاش کنن که همون فرمایشی که مقام معظم رهبری فرمودن، بالاخره مجاهدانه، خستگی ناپذیر باید کار کرد. در پی بی‌لیاقتی حکومت و تیم دولت، احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس میگوید احمدی نژاد بنا دارد به دولت رئیسی کمک کند و در دیدار با رئیسی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت تاکید کرده که از هیچ کمکی به دولت او دریغ نمی کند. احمدی نژاد بعد از رد صلاحیت توسط شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری 1400 این انتخابات را تحریم کرد. رازگشایی نفوذ گسترده عوامل رژیم در درون اپوزیسیون و رسانه‌ها. آوردند کاروانی به حاکمی شکایت بردند که 2 راهزن کاروان 100 نفری ما را غارت کردند. حاکم با تعجب پرسید چگونه 100 نفر از عهده 2 تن بر نیامدند. پاسخ دادند آنها 2 نفر بودند همراه و ما 100 نفر بودیم تنها.
این حکایت اپوزیسیون متفرق و منفصل و اعوان و انصار نفوذی و متصل جمهوری اسلامی است که اگرچه اندک اما همگی در گسلهای عمیق اپوزیسیون پراکنده و همچنین در رسانه‌های متعدد فارسی زبان نفوذ کرده و نه تنها متحد و همراه بلکه یار و یاور یکدیگر هستند. اخیراً بیانیه‌ای برای امضا جهت همدردی با مردم معترض و سوگوار آبادان بین مخالفین توزیع شد که برخی از شخصیت‌های فرهیخته و دلسوز آن را امضا کردند. اما شوربختانه همان گونه که انتظار می‌رفت، بخش قابل ملاحظه‌ای از ملی مذهبی‌ها، اصلاح طلب‌ها، نواندیشان دینی، استمرار طلبان، متعصبین ایدئولوژیکی جزمندیش از انواع مختلف، خودمحورها و برخی از صادراتی‌های به ظاهر مخالف و تحلیلگر و کارشناس و مصاحبه‌گر و حقوقدان و حقوق‌بگیر و غیره که شب و روز در برخی از پلتفرم‌ها مثل کلاب هاوس و رسانه‌ها قرخ کردند، حاضر به امضا نشدند. حتی مدعی شدند که این بیانیه فقط برای همدردی نیست، بلکه دعوت به اتحاد برای براندازی است که به زعم آنها براندازی به فروپاشی نظام و تجزیه کشور منجر می‌شود که تحت هیچ شرایطی مطلوب نیست. لذا باید با سعی صدر و از درون نظام در داخل نظام تغییراتی به وجود آورد. البته در طی یک سال اخیر این نفوذ مخصوصا اطلاعات سپاه در بین برخی از گروه‌های ملی و به اصطلاح ایرانگرای اپوزیسیون رشد چشمگیری داشته که از منظر دیدمانشناسی برتری و مزیت کودتای نظامی سپاه و ارتش علیه آخوندها را نظریه پردازی می‌کنند. تئوریسین‌های به ظاهر مخالف اما حامی سپاه تبلیغ می‌کنند که در صورت قیام عمومی مردم برای سرنگونی رژیم، بهترین آلترناتیو برای جلوگیری از فروپاشی کشور کودتای نظامی توسط اقتدارگرایان سپاه می باشد. این انگاشت فکری با دیدمانگری رندانه به یارگیری و سازماندهی وسیعی از گروه‌های مختلف اپوزیسیون نچندان برانداز طرفدار سپاه مشغول فعالیت است و دستجاتی نیز در حمایت مستقیم یا ضمنی از آن تشکیل شدند. اگرچه روزنامه نگاران و تحلیلگران بسیار محترم و فرهیخته و وطن دوست نیز وجود دارند که در رسانه ها مشغول کار حرفه‌ای هستند و احترام آنها واجب است. اما اشاره نگارنده به طیف مشخص دست پرورده جمهوری اسلامی است که همچون طاووس علین شده خود را روزنامه نگار معرفی می کنند. آن هم از نوع فقیه الفقها ها که نه تنها مثل شیر برنج به هر مزاجی می سازند، بلکه مثل آچار فرانسه می توانند هر پیچ خبری را باز کنند و یک جا در تمامی علوم ادعای حذاقت و مهارت دارند و فخر فروشانه با تبحر و تخصص در این پلتفرم ها و رسانه ها اظهار فضل و کمالات می کنند. مثل حوزه های فلسفی و علمی، ادبیات و الهیات، تاریخ و اقتصاد، هنر و سینما، زنان و کودکان، اقلام و ارقام، اقوام و برجام، جامعه شناسی و جرم شناسی، زبان شناسی و باستان شناسی، مهندسی ساختمان و طبابت، حقوق و اقتصاد، محیط زیست و گردشگری، آموزش و پرورش و ورزش، فضا و کزا و ده ها حوزه کارشناسی دیگر که از راه رندی سوگیرانه و نیرنگ بازانه با روایتگری عامیانه به جای پرداختن به ریشه ها به شاخه ها می پردازند. نکته در خور توجه دیگر این که در جریان فاجعه برج متروپول آبادان برای روزهای متوالی ده ها به اصطلاح تحلیلگر و کارشناس خودی به رسانه هایی مثل بی بی سی و ایران اینترنشنال و رادیو فردا و غیره دعوت شدند، اما دریغ از یک فعال و یا تحلیلگر عرب ایرانی، یعنی حتی در مرگ و زندگی از ما بهتران برایشان تصمیم میگیرند و تفسیر میکنند. این نارواگزینی تبعیض‌آمیز که انگ و نشان جمهوری اسلامی و عواملش است در مورد بلوچ و کرد و ترک و ترکمن نیز با چشم سفیدی اوریان اعمال می شود، کما اینکه اخیراً یک غیر بلوچ بی سواد و ناوارد را دعوت کردند تا وقیحانه به زنان بلوچ توهین کند. رسانه های فارسی زبان این نوع نفوذی های خودی را در لباس ظاهراً مخالف و منتقد دعوت می کنند تا با ذکر مصیبت و نوحه‌گری خود را مخالف و پیشگام و اهل فن جا بزنند، در حالی که به قول عطار ماتم زده را به نوحه‌گر حاجت نیست، یا وگرنه تخصص اصلی خود آخوندها سرگرم کردن مردم به ذکر مصیبت، نوحه‌سرایی سوگوارگونه تاسوعایی و غم‌پروری عاشورایی است. آنچه که مورد احتیاج و ضروری است تجزیه و تحلیل معنادار و برنامه ریزی برای براندازی نظام و اقدام جهت رفع مشکل می باشد، نه صرفاً تشریح مشکل که مردم داخل کشور صد برابر بهتر از ما مشکلات را می شناسند و با پوست و گوشت و استخوان خود لمس می کنند.
لازم نیست امثال من از هزاران کیلومتر دورتر به آنها بگوییم مشکل آنها چیست و اینکه رژیم به آنها ظلم می‌کند یا نه. به هر حال مردم را هوشمندانه سرگرم کردند تا مبادا براندازان از طریق این پلتفرم ها با مردم داخل کشور جهت براندازی اتصال و ارتباط برقرار کرده و به جای ذکر مصیبت رفع مصیبت تجویز کنند. اکثر مخاطبین این رسانه‌های فارسی زبان و پلتفرم‌های نظیر کلاب هاوس به طرز ساده دلانه و بی‌خبرانه‌ای از عمق نفوذ و کنترل استراتژیک آنها توسط عوامل جمهوری اسلامی بی اطلاع هستند، زیرا می‌بینند که شبانه روز این پلتفرم‌ها و رسانه‌ها گفتمان انتقادی و برنامه‌های متعدد و اخبار و ویدیوهای بیشمار از نوع ذکر مصیبت می‌کنند، غافل از اینکه ضرورت مبرم زبان ما اتحاد و همافزایی برای سازماندهی و برنامه‌ریزی جهت دفع مصیبت است و نه ذکر مصیبت. به قول برتولت برشت، حرف زدن از درختان اتلاف وقت است وقتی از لزوم زدودن این همه تباهی چیزی نگفته باشیم و دم بر نزنیم و ماهیان سیاه کوچک را برای دریایی شدن نجنبانیم. این ضعف سکوت ماست و شاید هم حاصل مصلحت اندیشی و فرصت طلبی.